سلام بچا حالتون چطوره خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب ترفند توی یوتیوب میگشتم دیدم که آقای فراستی در مورد فیلم برادران لیلا نقد و بررسی داشتن ایشون توی ویدیوشون گفتن که این فیلم اصلا نمیتونه نمادسازی سیاسی داشته باشه و مثلا شخصیتی مثل پدر خانواده اصلا نمیتونه نماد یک شخصیت سیاسی توی نظام جمهوری اسلامی باشه یعنی چی شبیه شرایط یعنی چی این نماده اینه این آدم نماده هر کس دیگه است هیچ آدمی در هیچ اثر هنری نماده کس دیگه نیست گفتن این فیلم سیاه نمایی و به دور از فرهنگ ایرانی هستش و به شدت ضد خانواده است و حتی در حد ضعیفترین فیلم های ایرانی که مثالشون فیلم عبد و یک روز بود هم نیست این فیلم حتی در حد عبد و یک روز هم فیلم نامه نداره همینجا عرض کنم فیلم شدیدن ضد خانواده است من میخوام در کمال ادب و احترام یه صحبتی در مورد نقد ایشون بکنم به آقای فراستی از دیدگاه من یه عادت عجیب و غریب دارن اونم اینه که کلا هر وقت یک فیلمی خیلی ترن میشه خیلی وایرال میشه و میتره که کل دنیا هم بیان از یک فیلم خوب بگن یهو یک گوشه ای از همین دنیا یک آقای فراستی نامی هست که میگه این فیلم آشخال ترین فیلمیه که من دیدم کلا یه فاز مخالف دارن که نمیدونم چرا اینجورین من تجربه شخصیم از ایشون سر فیلم کره انگل بود یادم موقعی که پخش انگل من با نشستم برنامه هفت کردم که نظر ایشونو بدونن. شما حساب کن یه فیلم کره با یه بودجه نسبتا کم با بازیگرایی که در سطح جهانی اصلا شناخته شده نیستن اومده ترکیده که نکته با اینه که اونایی که فیلم انگلو دیدن بین سناریو اون و برادران لیلا شباهت جالبی وجود داره مثلا اینکه خب خانواده ای وجود داشت تو جفتشون که نیازمند بودن یا اون رویکرد اعتراضی کارگردان اما آقای فرازتی دقیقا اون موقع همین فیلم و ضد خانواده دونستن و ازش به عنوان یک فیلم آشغال و زبان یاد کردن من فیلم فیلم کننده و حتی بخوام بگم بودم حرف ایرادای عجیب و غریب که چرا سکانس اول باید, باید با یک جوراب شروع بشه و از این حرفا نمونه های زیاده میخوام بگم ایشون کلا یک فاز مخالف نسبت به فیلم هایی که خیلی وایرال میشن دارن خب این تا اینجا یه نکته ای که هست اینه که ما باید بپذیریم هر کارگردان یه سبک کاری داره یه دیدگاه هنری داره این خاصیت هنر تو همه جای دنیاست. اونی که تفکر و دیدگاه هنریش انتقادیه، توی فیلمش طبیعتاً دنبال نکته های تاریک یک جامعه یا سیستمه. یه دنیای تیره و یه موسیقی احتمالا دارک. یا اونی که دیدگاهش تنزه میاد توی یک جامعه نکته های جالب و خنددار رو پیدا میکنه. طبیعتا سکانس با رنگای شاد و جذاب یک موسیقی شاد. گفتم خاصیت هنری اینه. خب حالا توی منتقد یا تو مخاطب باید هر سبک و متناسب با خصوصیات خودش نگاه کنی مثلا اگه شما کلا از فیلم تنز و امیدوارانه یا خانواده دوست خوشت میاد یعنی تو ذهنت الگوی یک فیلم خوب اینجوریه که اون فیلم باید به پیامه مثبت بده حالا پیامه مثبت چیه بگه که همیشه خیلی خوبه خانواده به هم احترام میذارن بچه ها ادب و رعایت میکنن شعن خانواده حفظ میشه و از این حرفا اگه از این مدل فیلم و از این مدل الگو خوشت میاد تو نمیتونی به هر فیلم با این توقع و تفکر نگاه کنی چون در این صورت اگه یک فیلمی بسازن که داخلش بچه خانواده بیاد مثلا پدرش رو بکشه و داستان اصلا واقعی هم باشه تو بعد تماشای اون فیلم میگی عجب فیلم ضد خانواده ایه. چرا توش احترام پدر حفظ نشده چه الزامی باید وجود داشته باشه که صرفا یک فیلمی که مورد استفاده مردم قرار میگیره باید دقیقا شبیه هنجارهای ذهنی من باشه پس این خیلی نکته مهمیه که ما به هر فیلم متناسب با خصوصیات اون فیلم نگاه کنیم بعد کلا صحبت های آقای فراستی تو ویدیوشون جوریه که انگار کلا با کارگردان های این سبکی ایرانی که دیدشون انتقادی اعتراضیه مشکل دارن از آقای اسخر فرهادی تا همین سعید روستایی و معتقدن که کار اینها موج سواری روی ناراحتی مردم و سیاه نمایی هستش یه مشکل اولی و اصلی من با ایشون و خیلی از تحلیلگرها اینه که ببین تو اگه بخوای یک فیلم رو نقد کنی لازمش اینه که اون اثر رو کامل ببینی حتی دو بار سه بار ولی شما از صحبت های قای فراستی این موضوع برداشت نمی کنی مثلا توی بخشی از حرفاشون میگن چرا توی فیلم باید برادران لیلا برن یه دستشوی واسه سرمایه گذاری انتخاب کنن چرا اینقدر باید این موضوع توهین باشه چرا این انسان شریف سراغ یک مغازه عادی اصلا خارج از اون پاساژ نرفتن فکر این نیستن که یک مغازه دومت متر در چهار متری بخرن تو یه کاری را بندازن و از این طریق نجات پیدا کنن از در مالی فکر این توالتان توالت بخرن این خیلی تو این آمیزه این نگاه همون نگاهیه که عرض این در حالیه که شما اگه سناریوی فیلمو دنبال کنی خیلی منطقی موضوع پاسخ داد. چون اولا اون مغازه توی پاساجی داشت ساخته میشد که لیلا توش کار میکرد و چون قرار بود چند ماه دیگه تازه ساخته بشه قیمتش پیش فروشی بود یعنی یه مبلغ اولیه میدادی و مابقیش اقساط بود و به بودجهشون میخورد و نکته بعدی اینه که چون افرادی که قرار بود مغازه رو بسازن لیلا پیششون کار میکرد یه جورایی بهشون اعتماد داشت و خیالش از بابت خورده نشدن پولشون راحت بود و چون توی اون پاساش کار میکرد وضعیت پیشرفت اونجا رو میدید واسه همینم اونجا رو انتخاب کرد و بحث سومم دیدگاه کنایی کارگردانه که یک جورایی میخواست ارزش پول ملی کشور رو واسه ایرانی ها نشون بده که جایی بهتر از اینجا نصیب اون قشر نیازمندی که نمیخواد پول مردم رو بخوره و میخواد شغل شرافتمندانه داشته باشه نمیشن و خیلی جالبه که دقیقا همچین موضوعی و همچین مسئله‌ای توی فیلم انگلم تو تحلیلشون مطرح شد. مثلا توی سکانسی از فیلم انگل دختر خانواده فقیر خودش رو جای روانشناس کودک جا میزنه رفته بود واسه خودش از اینترنت یه سری اطلاعات عمومی از اختلال روانی کودک رو خونده بود و فهمیده بود که این نمونه بارز اختلال روانی کودک اینه که بری نقاشیاش رو نگاه کنی معمولا کودک هایی که گوشه پایین سمت راست نقاشیشون خط خطیه یعنی اختلال دارن عین حرفای دختره توی فیلم ها چه می هنر درمانی تو گوگل جستجو کردم و از خودم بافته. بعد یه دفعه صد گریه سالی که یه باورم اما آقای فرازتی توی نقدشون تو برنامه هفت گفتن که دختر از کجا فهمید که همچین اختلالی هست و سناریو رو چرت رو هوا دونستن دختر از کجا میدونه که گوشه آرتراپی گوشه این تابلو اینه و پسر این مشکل داشته یعنی تیمنامه رو حواست دارم این مثالا رو دونه دونه براتون میارم که بگم ایشون ظاهرا با دقت تماشا نمیکنن فیلم ها رو و این باعث ناراحتیه. به این اینا رو نمیگم که از ایشون ایراد بگیرم اصلا در جایگاهی نیستم نسبت به تجربه ایشون. فقط این ناراحت کننده است که یک فردی که میاد یک فیلمو تحلیل میکنه باید کامل اون فیلمو دیده باشه. این دیگه لازمه اولیه تحلیله. خب بحث بعدی خیلی مهمه. من از شما مخاطبین که فیلم های غیر ایرانی بیشتر میبینن سوال دارم. وقتی کارگردان های خارجی فیلم انتقادی میسازن چه برخوردی باشون میشن؟ فیلمشون رو توقیف میکنن؟ تا این حد بازیگر و کارگردان رو اذیت میکنن و تحت فشار میذارن و از فیلمشون ایراد بنی اسرائیلی میگیرن؟ میگن فیلم ها سیاه حق فیلمشون رو میخورن نمیذارن بلیت فروشیشه دو سال فیلمشون رو رو هوا نگه میدارن که آخرم کارگردان مجبور شه فیلم رایگان و مجانی پخش کنه تو اینترنت این کارا رو میکنن من تو حوزه فیلم های کره یک مثال بزنم که به کانال خودم مربوطه بچا مثلا سریال این اسکوید گیم که همتون احتمالا دیدید همتون میدونید تا چه حد این سریال توی دنیا ترکید اسکوید گیم به شما چه تصویری از کره جنوبی داد احتمالا یه جایی که مردمش اونقدر بدهکار و تو رقابت با همن و به پول نیاز دارن که حاضرن توی بازی های بیان که حتی پای جونشون وسط باشه و به هیچ کسی هم رحم نکنن حاضرن به هر خواسته ای تن بدن تو همون اسکوید گیم توی سکانسی که کلا قرار بود چند ثانیه تلویزیونشون رو نشون بده ببینید چی نشون داد حالا یه روی کرد هست که دولت کره بیاد یه کاری کنه که این سریال پخش نشه بازیگرش رو اذیت کنه کارگردان رو اذیت کنه یا بگه مثلا این بخش سریالو سریال رو پاک کن اینجاش بده اینجاش خوبه بعد که اصلاح کردی و ما تاییدش کردیم حالا بفرست واسه فیلتر نتفلیکس از اونجا هم پخش شه یه روی کردم هست اینه که تو بگی آقا این فیلم سیاه نماییه این فیلم از نظر من مشکل داره هر چی باشه مورد استقبال مردم قرار گرفته توقیف نمیشه و پخش میشه حالا کانال آزادی بیان دارن که بیان خیلی راحت نقد کنن بهش بگن سیاه نمایی اینجاش این مورد داره از ای حرف ها. نه این حرفا نه اینکه برداره یک نظام این فیلم رو توقیف کنه و بعدم تحلیلگر بیاد بگه آره سیاه نماییه. آقای فراستی اینجور جور چیزا تو ایران فراوونه ها شما ببینید مثلا مثال میزنم در مورد یک اثر هنری میگم مثلا قضیه جورج فلوید اکثرا باید بدونید که چقدر آهنگ و اثر هنری توی همون آمریکا از این موضوع منتشر میشه و چقدر توی همون آمریکا سر این آثار جایزه گرفتن باورتون میشه من نمیگم اونجا خیلی خوبه و اونجا هم مشکلات خودشو داره میخوام بگم مقایسه کنید با مثلا هنرمندایی که سر قضیه مهسا امینی که چقدر هم شبیه قضیه جورج فلوید بود الان زندانی هن و هنرمندایی که الان تو زندانن به خاطر ساده ترین انتقادا اون وقت شما توی همچین فضایی انصافا اصلا حرف از سیاه نمایی میتونی بزنی؟ آقای فراستی بیاد خودمون رو گول نزنیم این فیلم به خاطر سیاه نمایی توقیف نشد این فیلم سرشار از نمادسازی بود اما شما توی ویدیوتون با این موضوع خیلی مشکل دارید و اصلا نمیخواستید قبول کنید که این فیلم نمادسازیه منم اگه بخوام یک نگاه عادی به این فیلم داشته باشم ممکنه تو خیلی از بخشش باش ارتباط نگیرم مثلا میگه الان کدوم خانواده ای اینقدر تابع رسم و رسوماتی که بخواد بزرگ فامیل بشه یا بخواد چل تا سکه حتما بده و از این حرفا ولی که بخوای با دقت بیشتری نگاه کنی کاملا مشخص آقا تک تک این سکانس ها نمادسازیه تو ویدیو قبلی گفتم یه نمونه شد. خیلی واضح این نماد نظام جمهوری اسلامیه که ثروت هنگفتی داره همون چلتا تا سکه و از مردمش که بچه های خانواده میشن دریق کرده جلوی رقیبا باید خودشو خوب و همتراز نشون بده اما اون پشت بچه ها از بیپولی و بیکاری به جون هم افتادن آ همین امشب تلویزیون رو روشن کن بزن 23 باور کنید از هر پنج تا خبری که میگه دوتاش در مورد آمریکا و سیلا و مشکلاتشه این ور تو فیلم بابا هم از هر پنج جمله که میگفت نصفش در مورد عزت و احترام جلوی فامیل و پیروز شدن جلوی رقیباش بود چرا باید دقیقا لحظه مرگ حاج اسماعیل موقعی باشه که تولد بچه هاست آخه از این واضحتر اینا خیلی نمادای واضحیه کما اینکه کما اینکه اگر بخوای از دید خانوادگی و سکانس هم نگاه کنی راحت میتونی با خیلی از جای فیلم ارتباط بگیری اولا که انصافا تو بحث خانواده روند فیلم به نظر من منطقی بود من فیلم ضد خانواده زیاد دیدم هیچ مشکلی هم باش ندارم ولی این فیلم خیلی روندش منطقی بود شما ببینید حتی وقتی لیلا مثلا با باباش تند برخورد میکرد برادرا پشت باباشون میومدن پسر بزرگ خانواده دلش واسه مامان باباش میسوخت دکتر میبردشون خب جور مسائل تو فیلم منطقیه آقا بین پنج بچه یه بچه هم هست که با خانواده مشکل داره کجاش غیر منطقیه باور کنید واقعیت خیلی از خانواده های تحت فشار مالی همینه بحث زیاد با پدر درگیری های فیزیکی بین اعضای خانواده فهاشی ها و لجبازی ها یا سکانس که واقعا واسه مردم آشنا سو ویدیو قبلی گفتم بیمارستان های شلوغ دفاتر و مراکز خدماتی شلوغ کارگرای معترض سرکوب کردن و اینا واسه همه ما آشناس هر روز داریم میبینیمشون اگه بخوای تلفیقی از نمازسازی و واقعیت رو از این فیلم در بیاری به نظرم با تک تک سکانس‌هاش میتونی ارتباط بگیری حتی مسخره ترین سکانسش که به نظر خیلی ها همون سکانسی بود که خانم‌ها داشتن از ماشین پیاده میشدن حتی توی همون سکانس هم داره اوج آمال و آرزوی جوان ایرانی رو نشون میده که به حدی پایین آوردن که جنس مخالف شده اوج آمال و آرزوش الان تو دوستای من هستی که باور کن هر کی ازدواج میکنه چشا گرد میشه میگن آ چقدر وضع مالیش توپ بوده که ازدواج کرده کنار دوستام دختر میبینی شاخ در میاری چون تو این وضعیت اقتصادی تو باید پول داشته باشی تا بتونی یک جنس مخالف رو به خود اضافه کنی من به شخصه قدر اینجور کارگردان ها رو خیلی میدونم چون این مسیر واقعا پر ریسک و خطرناکه پاش برسه توقیف کردن فیلم که هیچی زندانی تام میکنه کم کارگردان نداشتیم که ممنوع کار و زندانی شدن این مسیر آرامش رو ازت میگیره تو کشور هنرمند داشتیم طرف اومده توییت های ساده مردم آهنگ کرده خونده برداشتن دو هفته زندانیش کردن گوشیشو ازش گرفتن آهنگو از پیجش پاک کردن و تهش گفتن یه وسیقه ای بذار یه پستم بذار رسما بگو غلط کردم و تو چنین جامعه ای که برخود با هنرمندا برخود با آثار هنری اینجوریه تو اصلا میتونی حرف از سیاه نمایی بزنی همین الان نوروز امسا رو دیدی چجور گذشت چرا دیگه خبری از سریال پایتخت نیست مگه جزء پربازی ترین و محبوب ترین سریال واسه مردم نبود میدونی چرا چون پایتختم به قول جنابان داشت سیاه نمایی میکرد از یک جایی به برد. خبری از عادل نیست چرا چون سیاه نمایی داشت میکرد آقای فراستی ما خسته شدیم چطوریه که اون آمریکاییه وقتی میاد تو فیلم این جوکر دولت رو تا اون حد ظالم و ضد مردم نیازمند نشون میده همه چی و تیره و تار نشون میده اون میشه اثر فاخر چون آمریکا رو اونطور نشون داده از تلویزیونمون پخش میشه ولی فیلمهای ما میشه سیاه نمایی شما هم که شدید عین صدا سیما تو فرانسه مردم میریزن بیرون اخبارمون میگه اعتراضات عظیم مردمی تو کشور خودمون میریزن بیرون میشه اختشاشات جمعی ناچیز از مردم فریب خوردن جفتش درست یکیه و قضاوت این ویدیو با مردم محترم